بار در سلام و وقتتان بخیر به مجموعه خبری افغانستان و جهان از شمشاد توجه کنید. اما در آغاز سرخط خبرها. رد گنجانیده شدن حقوق بشر در توافقنامه دوحه. زلمه خلیلزاد مسئله رعایت حقوق بشری در توافقنامه دوحه را رد می کند. خواست کشورهای اروپایی برای پایان نقض حقوق بشری در افغانستان. به شمول استرالیا و کانادا شماری از کشورهای اروپایی از حکومت افغانستان خواستند تا به نقض حقوق بشری پایان دهد. و شهادت و زخمی شدن صدها تن در حملات هوایی اسرائیل بر لبنان. مشروع خبرها با من میرویس هوتک. با شمول استرالیا و کانادا شماری از کشورهای اروپایی یک بار دیگر از حکومت سرپرست خواستند تا به نقض حقوق بشری پایان دهد. وزیران خارجه جرمنی، استرالیا، کانادا و هلند در اعلامیه مشترک گفتند که اگر نقض حقوق بشری از سوی حکومت سرپرست ادامه پیدا کند به محکمه بین المللی عدالت شکایت می کنند. از سوی دیگر حکومت سرپرست در واکنش گفته است که حقوق تمام افغانها تامین است و با هیچ کس رفتار تبعیضی صورت نگرفته است. وزیران خارجه جرمنی، استرالیا، کانادا و هلند در اعلامیه مشترک که روز چهارشنبه نشر شده از حکومت سرپرست افغانستان خواستند که به نقض حقوق بشر پایان دهند و به حقوق زنان و دختران احترام بگذارد. این کشورها هشدار دادند هرگاه حکومت سرپرست به نقض حقوق بشر ادامه دهد، از آن به محکمه بین المللی عدالت شکایت می کنند. وزارت خارجه جرمنی برای جلوگیری از تبعیض علیه زنان با اشاره به کنوانسیون جهانی گفته است که با نقض حقوق بشر از سوی حکومت سرپرست شدیداً مخالف است و اجازه نخواهد داد تا نقض حقوق زنان و دختران افغان ادامه پیدا کند. افغانستان به کنوانسیون بین‌المللی برای جلوگیری از نقض حقوق زنان متحد است که این تعهد بر طالبان نیز قابل تطبیق است، اما طالبان می‌خواهند که زنان را خاموش و محروم سازند. ما با این گونه جرایم نقض حقوق بشری مبارزه می‌کنیم. از سوی دیگر وزیر امور خارجه کانادا نیز با نقض حقوق بشر در افغانستان مخالفت نموده و افزوده که هرگاه حکومت سرپرست قوانین بین‌المللی را نقض نماید برای اعاده آن مبارزه می‌کند. در حاکمیت طالبان زنان افغان خاموش شدند و طالبان به صورت مداوم از قوانین بین المللی سرپیچی نمودند. ما تا زمان آرام نخواهیم نشست که عدالت به میان نیامده باشد و با آنان آزادی داده نشود. ما شدیداً به حمایت از زنان و دختران افغان ادامه می دهیم. حکومت سرپرست در واکنش به موقف وزیران خارجه جرمنی، استرالیا، کانادا و هلند و شمار از کشورهای اروپایی می گوید که اتهامات وارد از سوی شمار از کشورها و جهتها درباره نقض حقوق بشر از سوی حکومت بیجا است. د ځینو هیوادونو او جهتونو له لورې د افغانستان اسلامي امارت د بشر د حقوقو په نقص او جنسیتي تبعیض تورنول بېځایه دي. په افغانستان کې د بشر حقوق خوندي دي او له هیچا سره تبعیضي چلند نه کیږي. متاسفانه داسې هڅه روانه ده چې د څو تښتېدلو ښځو په خوله په افغانستان پسې پروپاګند وسي او وضعیت ناسم وشي. اما کارشناسان که خواهان نرمش در پالیسی های وضع شده بر حقوق بشر سوی حکومت سرپرست هستند، به این باورند که شمار از کشورها برای رسیدن به اهداف خود از مسئله حقوق بشر استفاده سیاسی می نماید. زما په باور باندې چې دا پر اسلامي امارت باندې د فشار راوړلو هغه وسیله ده چې کېدای سي مثبته نتیجه ورنه کړي. د حل لاره د افغانانو حق ورکول، د افغانانو سره د مساوي حقوق نوري په توګه باندې ناسته او د ستونزې د حل لپاره کار کول دي. بلژیم، مالیزیا، مراکش، سلوانیا و شماره از کشورهای دیگر که عضو کمیسیون بین المللی جلوگیری از تبعیض علیه زنانند از این موقفگیری حمایت کردند و از حکومت سرپرست خواستند تا به نقض حقوق بشر در افغانستان پایان دهد. پیش از این شورای امنیت سازمان ملل نیز از حکومت سرپرست خواسته بود که به نقض حقوق بشری پایان دهد و به حقوق اساسی تمام افغانها متحد بماند. حکومت سرپرست بار دیگر از جامعه جهانی خواسته تا کمک‌های بشری را به مسائل سیاسی گره نزند. مقام‌ها می‌گویند که حکومت سرپرست در کمک‌ها با افغانستان مداخله نمی‌کند و با توجه به مشکلات مردم ادامه کمک‌های بین‌المللی را نیاز خواندند.
آنان همچنان از کمک نزدیک به 36 تن مواد خوراکی از سوی اتحادیه تجاران افغان در روسیه به نیازمندان افغان خبر می دهند و تأکید دارند که این کمک ها به صورت شفاف توزیع خواهد شد. جنگ چند دهه گذشته، تغییرات اقلیمی، آفتهای طبیعی و نبود زمینه‌های کاری در افغانستان از جمله عوامل‌اند که سطح بیکاری و فقر را در کشور افزایش داده و در شرایط کنونی افغان‌ها نسبت به هر زمان دیگر به کمک‌های بین‌المللی ضرورت دارند. سرپرست وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث می‌گوید افغان‌ها به دلیل جنگ‌های چند دهه گذشته آفت‌های طبیعی با چالش‌ها و مشکلات مواجه ساخته است و از جامعه جهانی می‌خواهد که با افغان‌ها بدون کدام شرط به کمک‌های خود ادامه دهند. مقام‌های این وزارت از توزیع شفاف کمک‌ها اطمینان می‌دهند و تأکید دارند که برای جلوگیری از بحران بشری تلاش‌ها برای جلب کمک‌های کشورها را سرعت بخشند. دیر مستید امور در خبر ورته کو بار بار و توایی چیز موش کمکونه بشری و کمکونه دی او در سیاست سر تلاو مور کوی او دیم کوشش که چی در سیاست سر دیم را توایی چی موش در سیاست سر تلاو نور کو نو اغا بشری دیپلوماسی موش بر سر رخیص شده او دید موش در تقریبا در تیرش با تاسی در راپور او ریدل یابانی چی پدغه تو د سمبلا او یو سور د نور کې موږ د 15 میلیون ډالرو تفاهمنامه د مؤسسات سره امضا کړی دی. شاید از سوی دیگر اتحادیه افغان بزنس در روسیه 36 تن مواد خوراکی را با نیازمندان و مستحقین افغان کمک نموده است. در این کمک ها 500 بوری آرد، 300 بوری برنج و 600 بوتل روغن شاملند که با گفته مقام های وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث با شفافیت کامل به نیازمندان توزیع می شود. افغان بزنس سنتر رئیس په مسکو کې حاجی صاحب نادرشاه د دې مخه هم د خپل افغان ولست سره مرسته کړې ده چې وزارت حوادث ته موږ سپارلې ده او دا واری واری بیا چې 15.5 تنه خوراکي مواد موږ د حوادث وزارت ته وسپارله. نور د حوادث وزارت ته مو دا اختیار ورکړې دي چې هر چاته دې مناسب ګڼي هغه ته دا مرستې ورسوي. خو د دې په خاطر چې وچکالي ده او د افغانستان خو داسې د هغه پاتو ملکونو څخه دی چې نو بسنه خو نه کوي نو موږ د ټولو مؤسسات که داخلي دي که خارجي دي او د ټولو اهل خیر حضرات تجاران څخه د هغه هیله ده چې دغه وخت د کومکونه دی چې کومکونه وي. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث مداخله در کمک های جامعه جهانی برای افغانستان را رد می کند و می افزاید که امارت اسلامی در این کمک ها مداخله و تصرف ندارد و با شفافیت و روشنایی تمام توزیع می شود. آنان خواست دارند تا کمک ها با افغانستان افزایش یابد. اداره دخواست خود اطمینان نرکوم او زما د تلیفون نمبر مو ټول تور کړی دی که هر څوک داسې یو شی ولري زموږ په کارمندانو کې که مرکز که ولایتونه یې موږ ته د شکایت وکړي انشاءالله د شفافیت د لارې داسې اطمینان ورکوو ډاډ ورکوو چې په خپله دا موسسو حالات موږ وایو موږ وایو که خپل په لاس ویشي موږ درته تیارو سهولت درته برابروو که سروې غواړي او که په توضیح کې امنیتي مشکل لري که تاسی ویشی باور منه ای تاسی پخپل در توضیحات وکی او که مرز دلاری اما مرز پدی خوشحال و چیستاسی و سوک را سرائی نو مرز خود در خپل اداری دلاری سخه انشالله مطمئنیو او پدی که مدیر زیاد کوشش کردی. با آنکه امارت اسلامی در سال روان برای رشد اقتصاد فعالیت های را انجام داده است اما سازمان ملل می گوید هنوز هم 29 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارد و نبود زمینه های کاری از مشکلات جدی باشندگان افغانستان خوانده شده است. از 1500 تن در رقابت های سیرت النبی امتحان عقد شد. مسئولان میگویند هدف از عقص این امتحان ذهنیت سازی در جوانان و تشویق آنان به تعلیمات دینی می باشد. در همین حال اشتراک کنندگان از این امتحان ابراز خرسندی می کنند و می خوان که چنین امتحانات بیشتر و سلسله آن به ولایت ها نیز گسترش یابد.
این امتحان که از سوی مسئولین آمریت تعلیمات تخنیکی و مسلکی اخذ گردید، در آن حدود 1500 تن اشتراک کرده بودند. مسئولان آمریت مذکور میگویند هدف آنان از اخذ و راه‌اندازی چنین امتحان‌ها تشویق جوانان به تعلیم است تا باشد در کنار علوم عصری با علوم دینی نیز تشویق شوند. آنان میگویند در نتیجه این رقابت‌ها برای 20 تن از کامیابان این امتحان جوایز متعدد نیز مد نظر گرفته شده است. دیاز من سخن مخاطب بشریت دسترلر خود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم سیرت څخه هغه ده او د محسنو په خبروي ده او همدارنګ د محسنو فکری او اکټوي روزل د زمونږ په برخه کې تر څو پرې وکولو شي محسنو د سیرت څخه هغه حاصل کړي او همدارنګ اکټوي او فکری روزنه دوی وسی الحمدلله د جواز په برخه کې موږ محسنو ته د دوغې د تشویق په خاطر د دوغې د لانګیزې په خاطر تر څو پاینده د پردوی پرامدګیونی شي ویته موږ د جوایز برخه کې تر شل نمره پورې موږ جوایز په نظر کې نیولې دي. زاهد میگوید راینده هم غرض افزود معلومات دینی جوانان از آنان چنین امتحان ها اخذ خواهند کرد. در همین حال اشتراک کنندگان این امتحان هم اخذ چنین امتحان را به نفع جوانان میدانند و خواستار گسترش آن اند تا باشد و گفته آنان در کنار علوم عصری معلومات آنان در بخش علوم دینی نیز بیشتر گردد. با خواندن و با دیدن به کتابی که در او سیرت پیامبر میباشد، در او تمام زندگی پیامبر از زمانی که مثال تولد شده تا زمانی که وفات کرده در او باشه، پس جوانان میتونه واقعا معنا و مفهوم اصلی اسلام، معنا و مفهوم اصلی دین خود بفهمه و پروسه 100% ان شاء الله شفاف خواهد بود. در این دوره یگانه دلیلی که ما خودم اشتراک کردم به خاطر ازی بود که یک دلیل شوه، به خاطر ازی که ما بیشتر سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم درک کنیم، بشناسیم و این یک بهانه باشه که ما بیشتر آشنایی پیدا کنیم برای سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و بتانیم اونمو مفاهیم و اونمو راه و روش را که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم انجام داده او را ما برای خود بگیریم و در میدان عملی زندگی خود او را تطبیق کنیم. یگانه دلیلش این بوده. به گفته مسئولان عملیات تعلیمات تخنیکی و مسلکی کابل، سلسله امتحانات مذکور به ولایت هم گسترش خواهد یافت. آنان میافزایند که قبل از اخذ امتحان به مدت 20 روز به اشتراک کنندگان این امتحان کتاب سیرت نبی صلی الله علیه و سلم را غرض مطالعه توزیع می نماید و سپس 50 پرسش را از همین کتاب برای امتحان برمیگزیند و تهیه می کنند. نماینده پیشین آمریکا برای صلح افغانستان و توافقنامه دوحه بر خود و دیگر مقام های آمریکایی را رد می نماید و می گوید که موضوع حقوق بشری در توافقنامه دوحه با عنوان شرط مطرح نشده است. خلیلزاد در واکنش به یک مسوده فرستاده شده به کنگرس آمریکا گفته است جو بایدن از ترس آغاز دوباره سلسله انتقادها بالای موقف آمریکا در رابطه با خروج آمریکا از افغانستان و عملی نمودن توافق نامه دوحه بعد از امضای آن از سوی سیاستمداران آمریکا و سناتوران جمهوری خواهان کنگرس به مرحله حساس و پیچیده رسیده است. بر دوام همین مسئله به تازگی یک مسوده قطعنامه از سوی مایکل مکل رئیس روابط کمیته خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به کنگرس فرستاده شده است که در آن علاوه بر جو بایدن در مسئله خروج توافقنامه دوحه بالای کاملا هارس معاون وی شمار از مقامات شورای امنیت ملی وزارت امور خارجه و به شمول پنتاگون به زلمه خلیلزاد انتقادهای گسترده صورت گرفته است و این افراد در موضوعات مذکور با بی‌تفاوتی و سهل‌انگاری متهم شدند. در واکنش به همین اتهامات، زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا برای صلح افغانستان مسئله رعایت حقوق بشر را جدا از موضوع توافقنامه دوحه می‌داند و می‌گوید که هنگام استجواب به کنگرس هرگز این را ضمانت نکرده بود که گویا حکومت سرپرست به حقوق بشر متحد باقی خواهد ماند. توافقنامه دوحه که من در بخش مذاکرات در این پروسه کمک نمودم هیچ ربطی با موضوع حقوق بشری نداشت. در این توافقنامه شروط مانند عدم حمله بالای نظامیان آمریکایی، خروج مسئول آنان و همچنین در کنار القاعده عدم اجازه دادن به هیچ گروه مسلحی که از خاک افغانستان به سایر کشورها تهدید به میان آورد شامل بود. طالبان پذیرفته بودند که بعد از مذاکرات با ما به طور جداگانه با مقامات نظام گذشته و سایر افغانها بر سر ایجاد حکومت جدید و ساختار حقوق بشری با گونه احتمالی روی میز مذاکره بنشینند. در این زمینه مذاکرات هم صورت گرفت، اما قبل از خروج کامل ما به هیچ نتیجه نرسیدند.
وی این را هم گفته است که در نشست‌های کنگره در مورد مبارزه با تروریسم و تعهدات صورت گرفته در بخش‌های نظامی از سوی حکومت سرپرست پرسش‌ها صورت گرفته است و در پاسخ به این پرسش‌ها گفته شده که آنان باید عملی نمودن چنین توافق‌نامه‌ها را بر اساس تعهدات نه بلکه بر اساس شرایط تحلیل نماید. نام برده قبل از معلوم نمودن سرنوشت سیاسی افغانستان در رابطه با خروج عجولانه آمریکا می‌گوید که جو بایدن مسئله خروج را به خاطر تا زمان مذاکرات بین الافغانی به تأخیر نینداخت، زیرا به گفتهش وی در حراس آغاز دوباره حملات از سوی طالبان بالای سربازان آمریکایی قرار داشت. جو بایدن رئیس جمهور مسئله خروج را به خاطر تا مذاکرات بین الافغانی به تأخیر نینداخت، زیرا وی میترسید که در صورت تأخیر این مذاکرات طالبان حملاتشان را بالای سربازان آمریکایی از سر آغاز خواهند گرفت. وی پذیرفته که برخی از عناصر توافقنامه دوحه از سوی آمریکا اجرا نشده. او دلیل عمده آن را عدم عملی نمودن برخی از تعهدات صورت گرفته از سوی امارت اسلامی می‌داند. وی مرحله اخیر خروج را بحرانی خوانده و به گفتش به دلیل کمبود معلومات استخباراتی و پلان نامناسب نظامی حکومت گذشته فراتر از تخمین آنان سقوط کرده و نظام آنان از بین رفت. کم بحثونه چې د امریکایانو ترمنځ په سیاسي محفلونو کې کیږي دا د دوی کورنۍ جګړې دي، دا د هغې شرمونکې ماتې پړه ده چې جمهوري خواهان یې پر دیموکراتانو، دیموکراتان یې پر جمهوري خواهانو اچوي. ولی حقیقت د خبرې دا دی چې ټول جابر امریکا په خپل ټول قوت باندې د افغانانو په وړاندې ماتې وخوړله، وتښتېدله. په دې ماتې کې هم جمهوري خواهان هم دیموکراتان شامل دي. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا هفته یروان وزیر امور خارجه این کشور را غرض وضاحت دهی کامل در مورد این مسئله و پیش نمودن اسناد در این زمینه با کنگرس اظهار نموده است. اما بلینکن با دلیل مصروفیت های کاری و تداخل زمانی و امورات از حضور در کنگرس اجتناب ورزیده که این کاروای به معنای اهانت به کنگرس تلقی شده است و در صورت اثبات این اتهام محکمه خواهد شد. دغه نیوکې له پخوا نه روانې دي، حتی تر دې چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څو وارې احضار کړی سو، او حتی هغه اسناد چې د وتلو په تړاو باندې موجود دي دا ترې وغوښتل شول. ولې مکمکاله همیشه هم دغه نیوکه کوي چې موږ ته تر اوسه پورې دغه اسناد نه دي سپارل شوي. موضوع خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان آن مسئله جنجالی است که بعد از 3 سال هنوز هم از سوی سیاستمداران جمهوری خواه من حیث وسیله قوی انتقاد بر ضد دموکراتان استفاده می گردد. در این مدت زمان بسیاری از سیاستمداران سیاسی و نظامی آمریکا توافقنامه دوحه و خروج بی‌پلان از افغانستان را در طول تاریخ آمریکا یک لحظه شرمناک خوانده است. این مورد است که دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا و کاملا هارس در مناظره پسین بابت آن بالای همدیگر انتقادهای شدید نمودند. سرپرست وزارت معدن و پترولیم با رهبری یک هیئت سفر 3 روزه به روسیه رفته است. مسئولان این وزارت میگویند که هدف از این سفر تشویق سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در معدن کشور و ایجاد زمینه برای انکشاف استخراج معدن می باشد. کارشناسان در چنین شرایط روابط میان روسیه و افغانستان را در بخش سیاسی خوب می دانند، اما جلب سرمایه گذاری روسیه در بخش اقتصادی را حائز اهمیت می دانند. دیروز سرپرست وزارت معدن و پترولیم الحاج ملا هدایت الله بدری در رأس یک هیئت عازم کشور روسیه گردیدند. در این سفر محترم الحاج ملا هدایت الله بدری در 7 نمایشگاه بین المللی انرژی روسیه اشتراک خواهد داشتند و همچنان در این سفر 3 روزه خود جهت جلب سرمایه گذاری و توسعه نفت و گاز افغانستان با تعداد سرمایه گذارا و شرکت های بزرگ روسیه دیدارها و ملاقات های نیز خواهد داشت. سرمایه‌گذاران سره هم لیدنه کوي چې د افغانستان کې په نفت او ګاز او په ډیرو برخو کې دوی سرمایه‌گذاري وکړي، معدن کې سرمایه‌گذاري وکړي. دغه سفر د افغانستان د حکومت لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره او خصوصا سیاسي او اقتصادي برخه کې ډیر مهم رول لري. نو همدغه شرکتونه په کنفرانسونو کې، په نمایشګاهو کې، په میټینګونو کې د دې سبب ګرځي چې افغانستان ته سرمایه‌گذاري راجلب شي او د امارت اسلامي حکومت هغه ملي تجار خارجي تجاران ته ډاډ ورکړي چې تاسو راشي افغانستان کې سرمایه‌گذاري وکړي، افغانستان کې فساد نشته، امن دی.
یعنی په ټولو برخو کې په اقتصادي او اجتماعي سیاسي په ټولو برخو کې یو مهم رول لري او دا د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده. بل خصوص په دې اواخرو کې بیا د روسیې او د افغانستان ترمنځ سیاسي اړیکې مثبت لورته روانې دي، یعنی تعامل لورته روانې دي، او بیا بل خصوص په سرمایه‌ګذاري طرف کې روسیا بیا رغنده رول لوبول شي، روسیا بیا کول شي سالار و سی د سرمایه‌ګذاري په برخه کې نور مملکتونو ته هغه ته دغه فکر ایدئولوژي ورکړي چې افغانستان دمګړي د سرمایه‌ګذاري لپاره بل خصوص معدنیاتو کې معدنونو کې یو ښه بازار دی، یو ښه فرصت دی، او د فرصت څخه باید ټول استفاده وکړي چې تر څو په ملي او بین المللي سطحه باندې دغه رونق پیدا کړي او د سرمایه‌ګذار لپاره زړه کړي. ده ها قرارداد میان شرکت ها در هنگام نمایشگاه بین المللی در ننگرهار جهت خرید فروش مواد به امضا رسیده است. برگزار کنندگان این نمایشگاه میگویند از این نمایشگاه ده ها هزار تن دیدن نمودند و این نمایشگاه را در بخش بازاریابی مهم خواندند. از سوی دیگر مقام های وزارت صنعت و تجارت میگویند قرار است تا برای بازاریابی و تولیدات داخلی در آینده نیز بیرون از کشور چنین نمایشگاه را برگزار نمایند. نمایشگاه سه روزه برگزار گردیده سوی وزارت صنعت و تجارت در ننگرهار به روز پنجشنبه به پایان رسید. برگزار کنندگان این نمایشگاه میگویند که در مدت سه روز حدود 30,000 تن از این نمایشگاه دیدن به عمل آوردند و شمار از صنعتکاران در آن غرض خرید و فروش تولیدات با برخی از شرکت ها قراردادها را هم به امضا رسانیدند. خوبی بود که مثلا شرکت های مختلف قراردادهایی را داشتند، مثلا در بخش رنگ ساختمان، در بخش مثلا صحت، در بخش صنایع دستی، تولیدات مواد دانه مرغ قراردادهای داشتند. در این حال شماره از صنعتکاران میگویند علاوه بر ولایات متعدد کشور، برخی از افراد از بیرون کشور نیز غرض دیدن این نمایشگاه به این ولایت آمده بودند. الحمدلله د تاجیکستان، ازبکستان، ایران، د پاکستان خلق هم پکې شامل وو. نو دا هم دغه ډېر ښه یو دغه ده چې هغوی هم په دې پوه شول چې یاره افغانستان کې دومره خپل تولیدات شته دی. بالکل د پاکستان نه، ایران نه، د تاجکستان نه بعضې میلمانه راغله، بعضې خارجي موسسات راغله، زمونږ نندارتون نه لیدنه وکړه، زمونږ داخلي تولیدات یې وکتله او موږ نه هغه خوشحاله شو چې دغسې شیان دلته په داخل په افغانستان کې تولیدیږي. تاکید صنعتکاران بر این است که مسئولان باید دست کم در هر 3 یا 6 ماه چنین نمایشگاه ها را برگزار نمایند تا باشد مردم از محصولات و تولیدات داخلی کشورشان آگاه شوند. باید دغه سنندتون نورم جوړ شي، دغه زمون تولیدات باید هر افغان به خپل داخلی تولیدات نه استفاده وکړي. امدا نندرتون دي چې زیاتره خلک دې شن خبرې دلته راځي نندارکی ګوري او دې سره خپل هواد مخ پر وړاندې ځي او دې سره بخکیږي مو تجاران دې سره خوشحالیږي زرزی سرمایه گذاری کوي. در همین حال مقامات وزارت صنعت و تجارت میگویند پلان دارند که در جریان سال روان بیش از 50 نمایشگاه را در داخل و خارج دایر نمایند تا باشد در آن به تولیدات داخلی بازاریابی صورت گیرد. در نمایشگاه بین‌المللی سه روزه تازه برگزار گردیده در ننگرهار علاوه بر ولایات دیگر برخی از شرکت‌های کشورهای پاکستان و ایران هم تولیدات مختلفشان را به نمایش گذاشتند. تولیدات به نمایش گذاشته در این نمایشگاه شامل وسایل طبی، سبزیجات، میوه‌جات، قالین و تولیدات داخلی دیگر بود. و اکنون همچند خبر از جهان. در نتیجه حملات هوایی تازه اسرائیل بر لبنان صدها تن شهید و زخمی شدند. مقام های این کشور گفتند که در اثر حملات هوایی تازه اسرائیل که بر بخش جنوبی لبنان صورت گرفته 74 تن شهید و 400 تن دیگر زخم برداشتند. مقام ها افزودند که در نتیجه حملات هوایی اسرائیل بر لبنان تا کنون 620 تن شهید شدند. در همین حال وزارت امور خارجه لبنان خبر داده که به دلیل حملات هوایی اسرائیل 500,000 تن تا کنون مجبور به ترک مکان هایشان شدند.
چین پس از حدود 40 سال نخستین آزمایش موفقانه راکت بالستیک را انجام داده است. وزارت دفاع این کشور در صفحه ایکس گفته است که راکت بالستیک آزمایش شده ظرفیت انتقال سرگلوله اتمی را دارد و پروسه آزمایش آن موفق بود. این وزارت در واکنش به نگرانی‌های منطقه‌ای گفته است که آزمایش این راکت در تضاد با قوانین بین‌المللی نیست، بل تنها بخشی از تمرینات سالانه نیروهای دفاع هوایی چین است. بیننده های گرامی، این بود خبرهای این ساعت. به تقدیم شما شد. سپاسگزارم از همراهیتان. وقت خوش. خدا نگهدار.